قطر میگوید در تلاش از تنش در خاور میانه را کاهش دهد از این رو پیشنهاد میانجیگری بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده گیتا آریان گزارش میدهد شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر چهارشنبه گفت که قطر میخواد آمریکا و ایران از طریق دیپلماسی به توافق هسته‌ای برگردند وزیر خارجه قطر این هفته در تماس‌های تلفنی جداگانه با راب مالی نماینده ویژه آمریکا برای ایران و جیک سالوان مشاور امنیت ملی پرزیدنت بایدن رایزنی کرده. شیخ محمد بن عبدالرحمن در یک کنفرانس خبری مشترک با مولود چاوشوغلو همتای ترک در دوحه گفت دو دیپلمات در مورد اینکه چگونه کشورهاشون میتونن در کاهش تنش بر سر برنامه هسته ی ایران نقش داشته باشند تبادل نظر کردند. در این بین امروز سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه از جمهوری اسلامی خواست در ادامه فعالیت های هسته خودش خیشتنداری نشون بده. این بعد از اونه که آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش کرد که جمهوری اسلامی شروع به تولید مقادیر کمی فلز اورانیوم کرده که این هم در نقض توافقه. فلز اورانیوم در تولید سلاح اتمی به کار میره. هنگامی که جمهوری اسلامی در جامعه اعلام کرد قصد تولید این ماده رو داره، مان فرانسه و بریتانیا در بیانیه مشترکی گفتند که ایران هیچ مصرفی برای این ماده در فعالیت غیر نظامی نداره. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم چهارشنبه گفت به خاطر نقض مکرر توافق هسته ای از طرف ایرانه که دولت بایدن سرگرم مشورت با کشورهای متحد و کنگره در مورد یک روش هماهنگ شده و مورد توافق هست. گیتا آرین صدای آمریکا